مراقب دزدای وقت باشید. من اینا رو لیست کردم براتون میگم. کارو شیطونم گفتین دزدیدن چیه؟ وقت مثلا شیطون سارق. مهمترین دزدان وقت عبارتند است. نداشتن سؤل امنیه. سؤل هدف اصلی هستی و زندگی امنیه. اون چیزایی که میخوایم برسیم به سؤل. حضرت موسی امنیه هاش چی بود؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اینا که میخواست، اینا خواست داشت. همه اینا رو برای چی میخواست؟ لکه یا الله، برای تو. اینا رو میخوام که بتونم دین تو رو گسترش بدم. اونش سوال. اصلا برای چی زندگی داری میکنی؟ این سوال خیلی ناجوری از هر کی بپرسی آشمز میشه. آقا میخوام دکتر رو بگیرم. آقا چی بشی؟ میگه خب استاد دانشگاه بشم. خب بعدش چی؟ خیلی حال میده آقا استاد دانشگاه اینجوری میاد دنبال من. آها بعدش چی؟ تو دنبال عقده نداری ملت دنبالت بودن نمره بخوام. داشتن عادات غلط. عادت غلط زیاد خوابیدن، عادت غلط زیاد خوردن، عادت غلط زیاد برای قضای حاجت در دستشویی ماندن، اینا عادت غلطه دیگه، وقتشو داره تلف میکنه. مورد بعدی بی‌نظمیه. طرف هیچ چیز سر جاش نیست، گفتی. این عادت غلط بی‌نظمی، باید نظم داشته باشه. کجا خیلی از این عادت‌ها میشکنه؟ مثلا سربازی. خیلی جای خوبیه. بهترین فرصتی داره آدم بشه. قدیما طرف میرفت سربازی برمیگشت بهش زن میدادن. بی برنامگی، خواب زیاد. ماشاءالله. مبتلا به همه. کسی که خوابشون زیاده این پزشکای سنتی میگن برید طب سنتی میگن حجامت کنید. واقعا هم اثرگذاره. من خودم تشخیص دادم. خوابم زیاد بود رفتم حجامت کردم سر حال شدم. مکالمات اضافی و غیر ضروری و پرحرفی. همین زبونه. بخش عمده از وقت ما رو میگیره. مکالماتتون رو کوتاه کنید. این دزدای وقت من حساب شده دارم عرض میکنم. هدف داشته باشید از صحبت. سوالات بیجا تو مکالمات بخش عمدهش مال سوالات بیجاست. یعنی بیکار میشه. خب دیگه چه خبر؟ عدم واگذاری امور به دیگران یکی از دلایل. طرف همه کارا رو خود خودش انجام بده. تخصص نداره؟ هم وقت خودش رو میگیره، هم وقت چی؟ بقیه رو میگیره. عدم مشورت با افراد خبره، استشاره. طرف اهل استشاره نیست. آقا من میخوام این کار رو انجام بدم، نیم ساعت وقت میذاره برای مشاوره، عوضش بابت این 30 دقیقه 30 سال از عمر تو خراب نمیکنه. تلویزیون که از قاتلای وقتها. البته این آمار مال زمانی بوده که اینترنت زیاد وارد نشده بوده. الان از بحث تلویزیون کم شده و فضای اینترنتی و سایبری خیلی وقتگیر شده. یعنی وقت میذاره برای چت کردن تو فیسبوک، رفتن نظرات اینا اونو خوندن. واقعا طرف داره وقت خودش رو تلف میکنه. شرکت و جلسات اضافی، مباحث غیر ضروری و بعضا مفسد. آقا نشستن 4 نفر توی زنگ تفریح یه جای بین دوتا کلاسه دارن غیبت میکنه. اصلا من هر دفعه میگم کتاب دستتون باشه و فلان. نه با تفریح کنید. اصلا بچه تو زنگ تفریح بپره بالا پایین. بشه تو جلسات بیخود. آقا تو این جلسات و گعده ها نمونید. قدرت بلند شدن داشته باشید. قدرت کندن از اون تعلقاتی که میخواد پیش رفیقت باشه. بلند شو برو، کار زندگی داری. دیدارهای بدون برنامه و مراجعات نابهنگامتون همه رو کات کنید. حتی المقدور. اگه ما از کار واجبه یه مهمان ناخوانده بحثش فرق کنه. پرداختن به اهداف جزئی و غیر مهم. کار بی خودتون رو بذارید کنار. باید اولویت بندی کنید. قشنگ باید یه برگه کاغذ داشته باشید. بگید کارهای مهم من در طول روز 1 عبادت، 2 تفریح، 3 استراحت، 4 کار، پول در آوردن زن و بچه. اینا رو مثل بقیه چیزا میشه کارهای غیر مهم. بعد اونا رو تا جایی که میتونید بزنید به کاری که دوست دارید، علاقه دارید، لذت میخواد ببرید از زندگیتون. اصلا قرار نیست زندگی خشک و سخت داشته باشید توی بحثی وقتی میخواد مدیریت بکنید زمانتون. اصلا نیست. اهدافتون رو باید مشخص کنید. جزئی و غیر مهم رو بذارید کنار. زمان صرف غذا یکی از زمانه مرده ماست. آقا دارم غذا میخورم، تبدیلش کنم به یک جلسه چی؟ صله ارحام. این سعی کنم غذا خوردنم بذارم با خانواده انجام بدم. همه اینا راه داره تو اسلام، تو دینمون. همه اینا رو گفتن به خداست. گفتگوهای خصوصی دوستانه رو شورش در اومده کلن 60-70% اضافه بریزید همه اینا رو دور. مطالعه کتب و مجلات غیر مفید. یه چیز به شما بگم، بعضی فکر میکنم من نوعی من خیلی کتاب میخونم. اصلا اینطور نیست. من کتاب اندازه میخونم و کتاب مفید میخونم. یعنی کتاب باید بدونم چه کتابی، سفارش شده باشه، حساب کار دستش، بعد همه کتابم هم بعضا نمیخونم. بهتون بگم
کتاب هست باز میکنم فهرستش نگاه میکنم، میگم نسبت به این مطلبش این مطلبش آگاهی کامل دارم، این تیکه 10 صفحه‌شو میخونم. کتاب بوده من فقط یه صفحه‌شو خوندم، به خدا قسم. به اس ام اس خوندنای بیخود، اس ام اس هایی که به من میدید اونا که تبریک داره مثلا دم عید و فلانه، یکیشو میخونم بقیه‌اش دیگه میدونم تکراری، دیگه تکراری بشه نگاه نمیکنم. بعضی میگن اما آخر اس ام اس مون برات مطلب مهمی نوشته بودی، میگم شرمنده است. شما فرض بکنید 10,000 نفر شماره منو داشته باشن، هر کدوم حواس کنه یه اس ام اس بده، بعد همم انتظار دارن جوابشون رو بدی، انقدر متوقعن، انقدر بی انصافن. طرف سوالات شخصیشو از من میپرسه، سوالی که فقط کافی سرچ ساده تو اینترنت انجام بده دیگه میره، بعد جواب نمیدی شاکی مغروری فلانی به همون، میگم من بعد کل عمرمو بذارم تایپ کنم فقط، من بیکارم. و خودتو شاکی، تو چرا موزه سخنرانیت افت کرده، تو چرا فلان، میگم نمیذاری وقت نمیکنم. تو این سوالو داری باشه بذار بیام تو سایت بذارم همه استفاده کنن. بعد ما گوشمون مشکل پیدا کردن قبل تلفن صحبت کردیم. وسواس و تکرار کارها. آقا یه چیز به شما بگم، آدم وسواس عبد ابلیسه، برده و بنده شیطونه. وسواس مثل یک کلافه که وقتی شیطون دستت بده این تناب همیشه بکشی، ته تناب دوباره گره زده یواشکی به سر تناب. عدم دقت تو انتخاب ابزار کارآمد برای رسیدن به هدف. چون بلد نیستیم ابزار درست برای رسیدن به هدفمون انتخاب بکنیم، زمان از دست میدیم. حکایتون نجار است دیگه، نجار دیدن ارش کند شده داره همینجا اره میکنه، منش گفتم بخو اره تو کیسه، گفت وقت ندارم. انتخاب راههای دور و نامناسب، چه راه زمینی چه حتی راه در هدف رسی ها رسیدن ها، بگیره لقمه رو دور سرش میچرخونه، یک توهمات یه چیز کار راحت و ساده رو اینقدر سختش میکنه که اصلا مات میمونیم. عدم محاسبه هزینه فایده برخی از کارها. آقا من رائفی بیام مثلا فرض بکن یه تخصصی دارم، یه پزشکم، هر ویزیتی که من دارم انجام میدم مثلا 30,000 تومان میگیرم، تو این تایم من میتونم مثلا نصف روزی که میخوام مثلا 10 نفر بنم 300,000 تومان درآمد دارم، بعد خودم برم دلار بردارم شروع کنم نصف روزم بگیرم چون تو دلار بزنم. خب اینو 20 تومان میدم میام، هم از من بهتر میزنه، هم وقتشو وقتم تلف نشده، دقیق تر کار انجام میشه، یه نونی هم به اون رسوندم، به سود خودم هم هست. رفت و آمدهای غیر مفیدتون رو کم کنید، دزد هزینه است. میاد خونه ا یادم رفت، دوباره میاد ا یادم رفت، برای چی؟ برای اینکه نمینویسه که قشنگ لیست داشته باشه. خب آقا اینو داری اینو داری، تیک 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 تموم شد، یه بار میره میاد. سپردن کارو به بقیه یکی از روش هاست دیگه، اینجا دزد وقت نمی کنید، رفت اومده بی خود از دست نمیدم. تسویف از اون دزدای حرفه‌ایه، کارو به فردا انداختن، حالا فردا اینو انجام. شتاب زدگی تو کارها، عجله داره، خوب برنامه‌ریزی نمیکنه، وسایل آماده نمیکنه، خراب میکنه، چیزو داغون میکنه. آقا عجله نکن، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا عجله میکنه؟ تصادف میکنه. دخالت های غیر لازم در کارهای دیگران، فضول و رعایات و همه کارا کار داره. دغدغه های منفی، مشغولیت های ذهنی باطلی که دیگه از دزدای وقته. ول کنید دیگه، بعضی اصلا مته به خشخاش میذارن، به همه چی باید حتما فکر کنه، وقت تو تلف نکن بابت اینا. دغدغه های منفی که اصلا بیخوده، آخ الان برف اومد دیگه، دیگه برف اومده دیگه چیکار کنم، ما دیگه نمیرسه، خب من نمیرسه، خب تاش نمیرسه. این سوال اساسی هستی بهتون گفتم چیه؟ که چی؟ به خدا خیلی مهمه، همه چی رو بپرسیم که چی؟ افسوس گذشته رو خوردن، چرا این طلاقو من داشتم؟ چرا این ازدواج رو انجام ندادم؟ چرا اینو من نخریدم؟ چرا این دانشگاه نخوندید نشده؟ جز این که سوهان روحت بشه هیچ فایده ای نداره. توهم آینده رو زدن، امنیه‌های باطل. طرف میره تخیلاتی فکر میکنه 5 ساعت یه میارنش بیرون. سو هیچ، همین شرکت هرمی. استزلال یکی دیگه از روش هست که پدر در میاره، متزلزلت میکنه، میخوای یه تصمیمی رو بگیری، نه من نمیتونم. ناآشنایی و بیاعتمادی به توانایی خودمون، بعضی موقع ما توانایی خودمون اصلا نمیشناسیم، اگر بشناسیم خوب میتونیم بهره بری که داشته باشیم. عدم شناخت امکانات دشنشت و خوشنشت. دشنشت یعنی دش یعنی بد، زد، خوش یعنی خوب. دشنام، دشمن، دشوار. دشنشت شرایطیه که برای شما اصلا شما دخیل نیستی، یوی پیش میاد. مثلا شما یه خونه خریدی، یه کنارش یه کارخونه میزنن، سر و صدای اون کارخونه باعث میشه قیمت خونه یه نصف شه. شرایط خوشنشت هم داریم، خونه خریدی پارک میزنن کنارش، قیمت خونه میره بالا. رو درواسی داشتن با افراد دیگر و عدم توانایی در نگفتن، این بسیاری از وقت ما رو ضایع میکنه. نمیتونه نبگه، رو درواسی گیر میکنه، آقا من اصلا نمیتونم، به خدا اصلا خجالت میکشم. خیلی بده، خیلی راحت میگه نه نمیتونم، ببخشید. بعضی ما میگیم توضیح میدیم که چیکار دارم،
به طرف مقابل چه ربطی داره؟ آقا والا من نمیتونم بیام، به خدا قسم میگیرم، مثلا قسم ها یعنی دروغگویی. همه زندگیشو توضیح میده. امیر مؤمنان فرمود تا میتونی به دوستت محبت کن، تا میتونی اسرارتو بهش نگو. تمارض یکی از دلایل وقت کشیه. بعضی دیدید خودشونو بی خود دوستن، دیوانن، به مریضی میزنن. اوقات انتظار کشیدن یکی از وقتای کشته ماست. منتظر اتوبوسه، منتظر متروه، منتظر رفیقشه، کیرم زیاده. چرا؟ چون بدقولم. این اوقات انتظار کشیدن روش کار کنید. تو مترو بیکار نشینید. یه کتاب کوچیک، یه سخنرانی خوب، یه چارت کلمه انگلیسی حفظ کردن، خیلی از این کارا میشه کرد. بر عهده گرفتن کارهایی که تخصص در اون نداریم گفتیم یکی دیگه از دلایل چیه؟ زمان کشیه. یکی از اصلی ترین موارد وقت کشی دزدای حرفه، نداشتن دفترچه یادداشت. جلسه با کسی داشته باشم ببینم نمی نویسه میفهمم منو سر کار گذاشته. تکرارهای بیهوده یکی دیگه از دزدهای زمانه. مورد 39، 50 بار یه سریالو میبینه. یه بنده خدای من میشناسم قیصر حفظ دیالوگاشو. تکرارهای بیهوده، سریال رو دیگه فرداش با تکرارشام ببینم. اخبار تکراری 50 بار گوش میکنم. مورد آخرم نداشتن برنامه برای شرایط بحرانی و غیر قابل پیش بینی. مثلا این که من یه دونه کتاب تو کیفم داشته باشم که همیشه دارم. توی گوشی 4 تا سخنرانی نوشتم. نشد، اون چند تا کلمه انگلیسی که می‌خوای یاد بگیری گذاشت. نشد، نرم افزار قرآن داری. نشد، دیگه دست و پات دیگه هیچ چیز دیگه، خیلی حال ذکر شد.